جنرال جک کین، معاون پیشین ستاد نیروی زمینی ارتش آمریکا، گفت که ما باید قبول کنیم مرکز ثقل در پشت همه تجاوزگری نیابتی ها منظور شبه نظامیان وابسته به رژیم بوده، رژیم ایران است. اون گفتش تا وقتی مستقیما با رژیم ایران در نیفتیم و سیاستمان را در قبال این رژیم تغییر ندهیم، این وضعیت ادامه می‌یابد. برای بررسی موضوع امروز همراه میشیم با آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. با سلام به شما آقای درویش و خوش آمدید به برنامه امروز و امشب ما. ارزیابیتون از اظهارات جنرال جک کین و همینطور مواضع مشابهی از جانب سیاستمداران و نظامیان حال و سابق چی هست؟ من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز ایران آزادی. همینطور تبریک به مناسبت 30 دی، سال روز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی، به ویژه برادر مجاهد مسعود رجوی که واقعا مهمی در تاریخ معاصر ایران هستش. در رابطه با سوالی که مطرح فرمودید، بله، اظهارات جنرال جک کین که معاون پیشین ستاد نیروی زمینی ارتش آمریکاست، واقعا اظهارات بسیار مهمی هستش. من ابتدا اشاره میکنم به اینکه در همون فضای در ابتدای جنگ در غزه، در فضای ملتهب و پرتنشی که ایجاد شده بود، فرمانده کبیر و رهبر مقاومت ایران آقای رجوی پیامی دادن و اشاره کردن که مسبب این جنگ افروزی ها، مسبب ترور و تمام این آرامی ها در منطقه رژیم آخوندها و رژیم ملاهاست و سر این مار در تهران است. این بحثی بود که اون موقع کمتر صورت می‌گرفت و اشاره کرده بودن که برای به اصطلاح کشتار مسلمانان و یهودیان و به اصطلاح تخریب و ویرانی، اینها مسئله را حل نمی‌کنه، مسئله مقابله جدی با کانون اصلی ترور و جنگ افروزی در خاورمیانه، یعنی رژیم آخوند است، که این هم البته در گذر زمان به خوبی آشکار شد. متاسفانه اردوی مماشات به رهبری آمریکا در همون ابتدا، در نزدیک 100 روز پیش، اعلام کردن که ما رد پایی از رژیم ایران در این قضیه نمی‌بینیم. حالا خودشون میگن که بله، رژیم ایران در پشت همه این چیزا قرار داره. من شنیدم که CNN خبری داده بود مبنی بر اینکه اطلاعات دستبندی شده ای رو وزارت خارجه داده که رژیم در این جریانات دست داره. واقعا که چه سورپرایز عظیمی هست. این چیزی هستش که به حال به تجربه ثابت شده در چند دهه اخیر که رژیم دنبال این قضایا هستش و کم کم تمام تحلیلگران و افراد مستقل و روزنامه ها هم به این قضیه رسیدن. صحبت های جنرال جک کین که مطرح کردید خب بسیار مهم هستش. ایشون میگن که باید که با رژیم ایران برخورد بشه، باید که نشون بدیم که قاطع هستیم. در همین زمینه انتقادات بسیار زیادی هم شده نسبت به دولت خود بایدن که میدونید در همون نرسیده، یعنی در همون ابتدای روی کار آمدن، در یک اقدام به اصطلاح حسن نیت که بیشتر هم من فکر میکنم به نظر من سمت سوی رژیم رو داشت، روسی ها رو از لیست خارج کردن. ولی خب الان میبینیم که این به چه مشکل و معضلی تبدیل شده و میبینیم که به اصطلاح این عدم برخورد قاطع با مسئله تروریسم و جنگ افروزی رژیم اکنون چه ویرانی هایی و چه کشتاری در سطح منطقه برای مردم منطقه ایجاد کرده. بنابراین من دیدم یکی از افسران سابق ارتش آمریکا، ارتش انگلستان، در این زمینه صحبت کرده بود و مطالب بسیار جالبی داشت. نکته قابل توجهی هستش که معمولا در فضای سیاسی انگلستان افراد نظامی کمتر وارد این قضیه میشن، با این صراحت کمتر صحبت میکنن، و ایشون آقای تیم کالینز گفته بود که توجهات باید به سمت رژیم ایران برگرده و تا موقعی که رژیم ایران وجود داره این معضل و این مشکلات در منطقه خاورمیانه وجود خواهد داشت، مسئله در دریای سرخ حل نخواهد شد، همینطور راه حل عادلانه و بدون اختلاف در رابطه مسئله غزه و فلسطین وجود نخواهد داشت. این موازی هستش که مقاومت ایران، رهبر کبیر مقاومت ایران از مدت ها پیش اعلام کرده بودند و الان
تمام سیاستمداران مستقل، نیروهای بیطرف در این زمینه، به اصطلاح من مدرس کنم هر کس که گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن و اندکی انصاف داشت این رو اون موقع شنید و الان حقانیت اون رو ما میبینیم که چطور در فضای سیاسی، در محاورات سیاسی این مسئله سر ما مطرح شده. همینطور آقای سناتور تام کاتن گفته بودن که ایران کانون ناامنی هستش، آقای پومپئو گفته بودن که این تمام منشأ تمام نارامی ها رژیم ایران هستش و دیگه اصلا مسئله جنگ نیابتی مطرح نیستش و اینا همه نشون میده که به اصطلاح این رژیم بر پشت همه این قضایا و ترور و جنگ در منطقه خاورمیانه هستش و این یک بحث بسیار جدی و روز جامعه جهانی است. آقای درویش، الان با توجه به وضعیتی که غزه داره و طرف‌های درگیری که اونجا وجود دارن، رژیم هست، پشت حماس و اسرائیل، به هر حال هر جبهه‌ای که اونجا درگیری هست، میشه یک میزانی تعادل قوا رو، تعادل قوای سیاسی و نظامی رو از اونجا برآورد کرد. سوالم حالا این هستش که آیا میتونیم بگیم که خامنه ای از اهدافی که به خاطر اونها این جنگ رو شروع کرد و رفت پشت حمایت از حماس شکست خورده، یا اینکه نه این ارزیابی درست نیست؟ میخوام دلیلش رو بشنوم، اگر که این گزاره درست هست دلیلش چی است و اگر شما نفی میکنین دلیلتون چیه؟ مسلما خامنه ای اهدافی داشت و داره در این و از سر ناچاری این به این جنگ دست زد، یعنی جنگ رو آتشش رو روشن کرد توسط حماس و خب مسلم بود که اگر این جنگ در یک فاصله کوتاهی مثلا 20 روز 30 روزی همچین چیزهایی مثل جنگ‌های گذشته اسرائیل با حزب الله طول کشیده بود و پایان می‌یافت، خب پیروزی بزرگی برای خامنه‌ای بود، همونطور که خب قبل از این هم گفته بود که در رابطه با مثلا پیمان ابراهیم صحبت کرده بود در اصل مرده و نمی‌دونم غیره این جور چیزا و قصدش تماما برهم زدن این تعادلات بود، ولی از سر ناچاری مجبور شد به این جنگ دست بزنه. اگرچه بهترین سناریو برایش جنگ کوتاه مدت بود و مثلا بدترین سناریو این که به هر جنگ طول بکشه، ولی روی این حساب نکرده بود که جنگ الان بیشتر از 3 ماهه که در حال جریان هستش و جامعه جهانی اساسا حرکت و محاورش و دینامیزم قضایا به سمت دیگری چرخیده و همونطور که قبلا هم گفته شده بود یا ما هم عرض کرده بودم، سمت بردارها اکنون به سمت خود رژیم هستش. یعنی درسته که بیعملی آمریکا و اروپا این هزینه سنگین رو بر مردم منطقه تحمیل کرد، ولی از سوی دیگر این واقعیت هم به اثبات رسیده که رژیم چطور با جنگ افروزی و در صدد حفظ خودش هستش و حمایت خود به صدا توسط نیروهای نیابتیش هر دفعه جبهه‌های جدیدی رو در مقابل غرب باز کرده. همین آقای تیم کالینز که مطرح کردم گفتن که جنگ برای آخوندها واقعا گفتن که این یک نعمتی هستش. من میگن که رژیم خود ایشون، من اگر بخونم از متنشون، گفته که رژیم در حال فروپاشی ایران که با بحران وجودی مواجه است تنها یک راه حل برای بقای خودش میبینه، جنگ. و میگه که ما باید این تصور رو از آخوندها باید بگیریم که این راه مناسب برای بقای اونهاست و این باید یک واکنش قوی بین‌المللی داشته باشه به رهبری آمریکا. البته خب متاسفانه آمریکا نشون داده که در این زمینه اهمال و به اصطلاح تعلل زیادی داره، برای همین هم است که میبینیم در سفرهای متعددی که وزیر خارجه یا مشاورانش به قسمت‌های مختلف دارن، به حال جوری هستش که میخوان به حال این جنگ رو به نوعی کنترل بکنن، از گسترش دامنش جلوگیری بکنن، ولی خب این مسئله ای نیست که در به اصطلاح با توجه به شدت و عدد قضایا بشه در همین حالت نگهش داشت. من یاد جمله از آقای هزارخانی فقید افتادم که در رابطه با همین مسئله مباشرت با آمریکایی گفته بود که آمریکایی‌ها دوست معمولا کار درست رو انجام میدن، ولی بعد از اینکه همه راه ها رو امتحان کردن و الان هم به نظر میرسه اینجوری هستش و همه راه ها رو دارن میرن، ولی از اون راه اصلی و صحیح که مقابله با رژیم خمینی هست، کوبیدن سر مار هست و
گرفتن به اصطلاح در دست گذاشتن رژیم تروریستی، جلوگیری از بلند پروازی های اتمی، چون این مسئله هم رژیم در به شدت و حدت در حال حاضر داره به اصطلاح توسعه اتمیش رو داره انجام میده، و همینطور اینکه نهایتاً اصلی ترین و به اصطلاح محوری ترین هستش که مقاومت، حق مردم ایران برای مقاومت و سرنگونی این رژیم رو به رسمیت بشناسن. تنها با این پیام های مشخص و قوی هستش که میشه جلوی رژیم رو گرفت. ولی تا اونجا که به جواب سوال شما برمیگرده، خامنه ای کاملا در قصد و نیات شیطانیش برای دامن زدن به این جنگ، جهت جلوگیری از قیام و همینطور مهندسی انتخابات، مسئله حل بحران جانشینی و مسئله از این قبیل هستش که واقعا مسئله حیاتی و روی میز خود خامنه ای هم هستش. هیچ ترفی نبسته تالا و مسائل سمت و سوی دیگری به سوی خود رژیم گرفت. بله آقای درویش، تو این فرصتی که داریم درخواستم اینه که هموطنی سوالی برامون فرستاده، خواسته پاسخشو بدین، شما پاسخ این سوالشو بدین. پرسیده که ضرورت زدن سر مار در ایران و پایان این حکومت پلید چه خاصیتی برای جامعه جهانی داره، به طور خاص به مردم ایران چه کمکی میکنه. منظورش اینه که برای قیام و سرنگونی چه کمکی به مردم ایران میکنه. همان چیزی که مسلم هستش که ببینید، اساسا وقتی یک مشکلات اینطوری وجود، یک خوده چرکین سرطانی به اصطلاح سرایت کننده ترور و جنگ وجود داره، اگر با این زودتر برخورد نشه، خب به طور اتودینامیک و به طور خیلی طبیعی اثرات مخرب بیشتری خواهد داشت و داره. این چیزی است که به تجربه جامعه جهانی رو دیده در چند دهه گذشته. اما اینکه اگر واسه چطور، ولی تا حالا میبینیم که از مقابله جدی با رژیم جلوگیری شده، امتناع شده و بهای این رو، یعنی هنوز این رژیمی نیستش که با یک یا دو تا نمیدونم بیانیه سازمان ملل یا فلان وزیر خارجه یا فلان کشور دست از ترور و سرکوبش برداره، چون ترور و سرکوب عوامل حیاتی و نیاز این رژیم هستند. بنابراین همین آقای تیم کالینز هم گفته بود که وزارت خارجه باید سازمان ملل باید یک سازوکار درستی انجام بده. این گزارشات و این مثلا این بیانیه ها مثلا درجی رو از مسئله ایران، مسئله جهان حل نمی کنه. و کاملا درست هستش که این رژیم با یک بیانیه یا یک به اصطلاح قطعنامه، رژیم که 70 بار در سازمان ملل به خاطر نقض حقوق بشر محکوم شده، و عدم برخورد با این رژیم، عدم اینکه به اصطلاح یک اقدام جدی اون رو در اقدامات تروریستی جنایتکارانه و شرورانش جاری‌تر و جاری‌تر کرده. اگر این رژیم سپاه پاسداران در ریسک قرار داده بشه و منابع مالیش مورد به اصطلاح حمله و فشار قرار بگیره از طرف جامعه جهانی، که در به اصطلاح متاسفانه دولت جدید، دولت کنونی آمریکا راه‌های اونها همیشه باز گذاشته و اون تحریم‌ها رو تضعیف کرده، اگر رژیم به اصطلاح در ذیل بند 7 شورای امنیت قرار بگیره و مکانیزم ماشه فعال بشه، خب اینها همه مشکلات متعددی برای رژیم ایجاد خواهد کرد و توجهش از جنگ افروزی، سرکوب و به اصطلاح تروریسم به بیشتر به حیات خودش به اصطلاح وقت خواهد شد، که خب تمام اینها اثرات معکوسی هم در هم در روی عمر رژیم، یعنی کوتاه کردن عمر رژیم، و هم برای تقویت روحیه و به اصطلاح اشتعال و اوجگیری قیام و مقاومت داره. بله بسیار عالی. اجازه بدین تو این فرصت من کامنتی که یکی از هموطنانمونم درباره این بحث گذاشته براتون بخونم. نوشته الان شکست خامنه ای در غزه مورد بحث جامعه جهانی نیست، بحث این است و به این طرف می رود که سر ما را باید زد برای خاتمه قضیه در منطقه خاورمیانه، که اشاره به همین نکاتی بود که شما گفتین که ریشه همه مشکلات توی خاورمیانه و ناامنی ها همین رژیم است. بله با تشکر از شما آقای درویش، خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتین و امشب همراه ما بودید. تشکر میکنم از وقتی که به من دادید. با امید پیروزی. خدا نگهدار.